أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. تا سین میم. این آیات کتاب روشنگر است. گویی می‌خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند. گر ما اراده کنیم از آسمان بر آنان آیه ای نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد و هیچ ذکر تازه ای از سوی خداوند رحمان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. آن تکذیب کردند اما به زودی اخبار کیفر آن که را استهزا می کردند به آنان می رسد. آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پرارزش در آن رویاندیم؟ در این نشانه روشنیست بر وجود خدا، ولی بیشترشان هرگز مؤمن نبوده اند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو، قوم فرعون. آیا آنان از مخالفت فرمان پروردگار پرهیز نمی کنند؟ موسی عرض کرد: پروردگارا، از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند. سینه ام تنگ می شود و زبانم به قدر کافی گویا نیست. برادرم هارون را نیز رسالت ده تا مرا یاری کند. و آنان به اعتقاد خودشان بر گردن من گناهی دارند. می ترسم مرا بکشند و این رسالت به پایان نرسد. مود: چنین نیست. آنان کاری نمی توانند انجام دهند. شما هر دو با آیات ما برای هدایتشان بروید. ما با شما هستیم و سخنانتان را می شنویم. به سراغ فرعون بروید و بگویید: ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم. بنی اسرائیل را با ما بفرست. آنها به سراغ فرعون آمدند. اون گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟ و سرانجام آن کارت را که نمی بایست انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از ناسپاسانی؟ موسی گفت: من آن کار را انجام دادم در حالی که از بیخبران بودم. پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم و پروردگارم به من حکمت و دانش بخشید و مرا از پیامبران قرار داد. آیا این منتی است که تو بر من می‌گذاری که بنی اسرائیل را برده خود ساخته ای؟ فرعون گفت: پروردگار عالمیان چیست؟ موسی گفت: پروردگار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آن دو است، اگر اهل یقین هستید. فرعون به اطرافیانش گفت: آیا نمی شنوید این مرد چه می گوید؟ موسی گفت: او پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست. فرعون گفت: پیامبری که به سوی شما فرستاده شده مسلماً دیوانه است. موسی گفت: او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می باشد، اگر شما عقل و اندیشه خود را به کار می گرفتید. فرعون خشمگین شد و گفت: اگر معبودی غیر از من برگزینی، تو را از زندانیان قرار خواهم داد. موسی گفت: حتی اگر نشانه آشکاری برای تو بیاورم باز ایمان نمی آوری؟ گفت: اگر راست می گویی آن را بیاور. هنگام موسی عصای خود را افکند و ناگهان مار عظیم و آشکاری شد. دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد و در برابر بینندگان سفید و روشن بود.
اون به گروهی که اطراف او بودند گفت: این ساحر آگاه و ماهری است، می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند. شما چه نظر می‌دهید؟ گفتند: او و برادرش را مهلت ده و مأموران را برای بسیج به تمام شهرها اعزام کن تا هر ساحر ماهر و دانایی را نزد تو آورند. سرانجام ساحران برای وعدگاه روز معینی جمع آوری شدند. به مردم گفته شد: آیا شما نیز در این صحنه اجتماع می کنید؟ اگر ساحران پیروز شوند از آنان پیروی کنیم؟ هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم پاداش مهمی خواهیم داشت؟ گفت: آری، و در آن صورت شما از مقربان خواهید بود. روز موعود فرا رسید و همگی جمع شدند. موسی به ساحران گفت: آنچه را می خواهید بیفکنید بیفکنید. آنها تنابها و عصاهای خود را افکندند و گفتند: به عزت فرعون ما قطعا پیروزیم. سپس موسی عصایش را افکند. ناگهان تمام وسایل دروغین آنها را بلعید. فوراً همه ساحران به سجده افتادند. گفتند: ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم، پروردگار موسی و هارون. فرعون گفت: آیا پیش از این که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ مسلماً او بزرگ و استاد شماست که به شما سحر آموخته، اما به زودی خواهید دانست. دستها و پاهای شما را به عکس یکدیگر قطع می کنم و همه شما را به دار می آویزم. گفتند: مهم نیست، هر کاری از دستت ساخته است بکن، ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد، چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم. و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را از مصر کوچ ده، زیرا شما مورد تعقیب هستید. فرعون از این ماجرا آگاه شد و مأموران بسیج نیرو را به شهرها فرستاد و گفت: اینها مسلماً گروهی اندکند و اینها ما را به خشم آورده اند و ما همگی آماده پیکاریم. سرانجام فرعونیان مغلوب شدند و ما آنها را از باغها و چشمه ها بیرون راندیم، از گنجها و قصرهای مجلل. این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم. آنان به تعقیب بنی اسرائیل پرداختند و به هنگام طلوع آفتاب به آنها رسیدند. هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم. موسی گفت: چنین نیست، یقیناً پروردگارم با من است، به زودی مرا هدایت خواهد کرد. به دنبال آن به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن. عصایش را به دریا زد و دریا از هم شکافته شد و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود. در آنجا دیگران لشکر فرعون را نیز به دریا نزدیک ساختیم و موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم. سپس دیگران را غرق کردیم. در این جریان نشانه روشنی است، ولی بیشترشان ایمان نیاوردند، چرا که طالب حق نبودند. پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است. و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان. هنگامی که به پدر و قومش گفت: چه چیز را می پرستید؟ گفتند: بت‌هایی را می پرستیم و همه روز ملازم عبادت آنهاییم. گفت: آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند یا سود و زیانی به شما می رسانند؟ گفتند: ما فقط نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند. گفت:
آیا دیدید این چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردید؟ شما و پدران پیشین شما همه آنها دشمن من هستند و من دشمن آنها، مگر پروردگار عالمیان، همان کسی که مرا آفرید و پیوسته راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید. هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد. کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده. مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن. آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. آن روز بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد. به آنان گفته می شود کجا هستند معبودانی که آنها را پرستش می کردید؟ معبودهایی غیر از خدا، آیا آنها شما را یاری می کنند یا کسی به یاری آنها می آید؟ در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند. همچنین همگی لشکریان ابلیس، آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخاسته اند می گویند خدا سوگند که ما در گمراهی آشکاری بودیم، شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم، ما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. افسوس که امروز شفاعت کنندگانی برای ما وجود ندارد، نه دوست گرم و پر محبتی. ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردیم و از مؤمنان باشیم. در این ماجرا نشانه و عبرتی است، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم نوح رسولان را تکذیب کردند گامی که برادرشان نوح به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ مسلماً من برای شما پیامبری امین هستم. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من برای این دعوت هیچ مزدی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کرده اند؟ نوح گفت من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند؟ تاب آنها تنها با پروردگار من است. اگر شما می فهمیدید، من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد. من تنها انذار کننده ای آشکارم. گفتند ای نوح، اگر از هر پایت دست بر نداری سنگ باران خواهی شد. گفت پروردگارا، قوم من مرا تکذیب کردند، اکنون میان من و آنها جدایی بیفکن و مرا و مؤمنانی را که با من هستند رهایی بخش. ما او و کسانی را که با او بودند در آن کشتی که پر از انسان و انواع حیوانات بود رهایی بخشیدیم، سپس بقیه را غرق کردیم. در این ماجرا نشانه روشنی است، اما بیشتر آنان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم عاد نیز رسولان خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان هود گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ سلمن من برای شما پیامبری امین هستم. پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت هیچ اجر و پاداشی از شما نمی طلبم. اجر و پاداش من
تنها بر پروردگار عالمیان است. آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوا و هوس می سازید و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه بمانید؟ هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید. تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید و نافرمانی خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که می دانید امداد کرده، شما را به چهار پایان و نیز پسران لایق و برومند امداد فرموده، همچنین به باغها و چشمه ها. اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم. آنها گفتند برای ما تفاوت نمی کند که ما را انذار کنی یا نکنی، این همان روش پیشینیان است، ما هرگز مجازات نخواهیم شد. آنان هود را تکذیب کردند، ما هم نابودشان کردیم و در این آیت و نشانه ایست برای آگاهان، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم ثمود رسولان خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان صالح به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم، پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت اجر و پاداشی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. یا شما تصور می کنید همیشه در نهایت امنیت در نعمتهایی که اینجاست می مانید؟ در این باغها و چشمه ها؟ در این زراعت ها و نخل هایی که میوه هایش شیرین و رسیده است؟ از کوه ها خانه هایی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید؟ از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید، فرمان مسرفان را اطاعت نکنید، آنها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. گفتند ای صالح، تو از افسون شدگانی و عقل خود را از دست داده ای، تو فقط بشری همچون مایی، اگر راست میگویی آیت و نشانه ای بیاور. گفت این ناقه ایست که آیت الهی است، برای او سهمی از آب قریه و برای شما سهم روز معینی است، کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روزی بزرگ شما را فرا خواهد گرفت. سرانجام بر آن ناقه حمله نموده آن را پی کردند، سپس از کرده خود پشیمان شدند، عذاب الهی آنان را فرا گرفت. در این آیت و نشانه ایست، ولی بیشتر آنان مؤمن نبودند. و پروردگار تو عزیز و رحیم است. قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند هنگامی که برادرشان لوط به آنان گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم، تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. من در برابر این دعوت اجری از شما نمی طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است. آیا در میان جهانیان شما به سراغ جنس ذکور می روید و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟ حقا شما قوم تجاوزگری هستید. گفتند ای لوط، اگر از این سخنان دست بر نداری به یقین از اخراج شدگان خواهی بود. گفت من دشمن سرسخت اعمال شما هستم، پروردگارا من و خاندانم را از آنچه اینها انجام می‌دهند رهایی بخش. ما او و تمامی خاندانش را نجات دادیم، پیرزنی که در میان بازماندگان بود، پس دیگران را هلاک کردیم و بارانی از سنگ بر آنها فرستادیم، چه باران بدی بود باران انذار شدگان.
این ماجرای قوم لوط و سرنوشت شوم آنها آیتی است، اما بیشترشان مؤمن نبودند. پروردگار تو عزیز و رحیم است. اصحاب ایکه رسولان خدا را تکذیب کردند. هنگامی که شعیب به آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ من برای شما پیامبری امین هستم. از تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. حق پیمانه را ادا کنید و کم فروشی نکنید و دیگران را به خسارت نیفکنید. با ترازوی صحیح وزن کنید. حق مردم را کم نگذارید و در زمین تلاش برای فساد نکنید. و از نافرمانی کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید. آنها گفتند تو فقط از افسون شدگانی، تو بشری همچون مایی، تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از دروغ گویانی. اگر راست میگویی سنگهایی از آسمان بر سر ما ببارن. شعیب گفت پروردگار من به اعمالی که شما انجام میدهید داناتر است. انجام او را تکذیب کردند و عذاب روز سایبانی از ابر صاعق خیز آنها را فرا گرفت. یقینا آن عذاب روز بزرگی بود. در این ماجرا آیت و نشانه ایست، ولی بیشتر آنها مؤمن نبودند. پروردگار تو عزیز و رحیم است. تلمن این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. روح الامین آن را نازل کرده است بر قلب پاک تو تا از انذار کنندگان باشی. آن را به زبان عربی آشکار نازل کرد و توصیف آن در کتابهای پیشینیان نیز آمده است. یا همین نشانه برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل به خوبی از آن آگاهند؟ هرگاه ما آن را بر بعضی از عجمها نازل می کردیم او آن را بر ایشان می خواند به آن ایمان نمی آوردند. آری این گونه با بیانی رسا قرآن را در دلهای مجرمان وارد می کنیم. به آن ایمان نمی آورند تا عذاب دردناک را با چشم خود ببینند. آگهان به سراغشان می آید در حالی که توجه ندارند. در آن هنگام می گویند آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟ آیا برای عذاب ما عجله می کنند؟ به ما خبر ده. اگر باز هم سالیانی آنها را از این زندگی بهره‌مند سازیم، پس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید. این تمتع و بهره‌گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت. ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اینکه انذار کنندگانی از پیامبران الهی داشتند. متذکر شوند و ما هرگز ستمکار نبودیم. یاتین و جنیان هرگز این آیات را نازل نکردند و برای آنها سزاوار نیست و قدرت ندارند. آنها از استراق سمع و شنیدن اخبار آسمان ها برکنارند. پیامبر هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. خیشاوندان نزدیکت را انذار کن. بال و پر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند بگستر. اگر تو را نافرمانی کنند بگو من از آن که شما انجام می دهید بیزارم. بر خداوند عزیز و رحیم توکل کن. من کسی که تو را به هنگامی که برای عبادت برمی خیزی می بیند. نیز حرکت تو را در میان سجده کنندگان. اوست خدای شنوا و دانا. آیا به شما خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟ آنها بر هر دروغگوی گناهکار نازل می گردند. آنچه را می شنوند به دیگران القا می کنند و بیشترشان دروغگو هستند.
پیامبر اسلام شاعر نیست، شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان پیروی می کنند. یا نمی بینی آنها در هر وادی سرگردانند، سخنانی می گویند که به آنها عمل نمی کنند؟ در کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را بسیار یاد می کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست؟